امید معماریان، روزنامه‌نگار عزیز، روز ما رو همراهی می‌کنند. خوش اومدین آقای معماریان. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص ضرورت آزادی معترضان، به نظر شما چه اهمیتی داره؟ آیا میشه باعث فشار سیاسی در جمهوری اسلامی بشه، تغییراتی رو ایجاد کنه؟ به نظرم مهم هست، نشون میده که به هر حال وزارت خارجه آمریکا حساسیت های جامعه ایرانی رو درک میکنه. الان به هر حال مردم نگران بازداشت ها هستن، نگران اعدام ها هستن، نگران فشار سیاسی هستن، از این جهت که همچنان نبض خبرها روی اعتراضات باشه، روی وضعیت زندانیان و نقض حقوق اونها در زندان ها باشه و اعدام ها به نظر مهم هست. به علاوه دولت آمریکا این توانایی رو داره که بتونه که ائتلاف سازی بکنه، از ظرفیت های سازمان های بین المللی استفاده کنه. از این جهت به نظر مهم هست که بتونه که مثلا در سازمان ملل و همینطور در میان کشورهای اروپایی که با ایران رابطه دارن و حتی کشورهای آسیایی مثل کره جنوبی و ژاپن از توانایی خودش استفاده کنه برای تحت فشار گذاشتن دولت ایران. به هر حال اون چیزی که برای دولت ایران در این مرحله مهم هست به نظر مسئله فشار اقتصادی هستش که دیدیم که چند روز پیش دولت آلمان یه بخشی از فعالیت اقتصادی خودش رو با ایران قطع کرد و یا تعلیق کرد. از این جهت به نظر من نشون دادن این که به هر حال فوکس و تمرکز دولت آمریکا بحث زندانی هست، بحث اعدام هست، از این جهت مهم هست و با پیگیری بیشتر و توسعه دادن این نگرانی ها میشه به هر حال به اقدامات جدی تری فکر کرد. آقای معماریان، رئیس کمیته رابط خارجی پارلمان بریتانیا از همه شهروندان غربی خواست که ایران رو ترک کنند. آیا تحولات غیرمنتظره‌ای در ایران در حال وقوعه که میتونه رابطه ایران و غرب رو از اونچه که هست بدتر کنه؟ بله، همواره این به هر حال نگرانی ها وجود داره. برای غربی های مسئله به هر حال خیلی مسئله جدی هستش که دولت ایران، حکومت ایران، جمهوری اسلامی تلاش بکنه که به هر حال برای پاسخ دادن به این که این اعتراضات ریشه‌اش چی هست و منحرف کردن اذهان عمومی از شهروندان دو ملیتی یا تبعه‌های غربی استفاده کنه، در واقع با دستگیر کردنشون و بس کردنشون به اعتراضات و اینها، و بخواد که به هر حال بگه که مثلا این اعتراضات بسیار قجوش مردمی در سراسر کشور ریشه‌هایی در خارج از کشور داشته، این سابقه داشته و در طی سال گذشته جمهوری اسلامی از گروگانگیری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خودش استفاده کرده. و این با بحثی که در خصوص دستگیری چند نفر در ایران، به هر حال چند شهروند دو ملیتی در ایران مطرح شد، به نظر من این زن و گمان زنی ها رو در واقع افزایش داده. و خب این کسانی که دو ملیتی هستن و تبعهای کشورهای غربی در ایران میتونن در خطر باشن. به هر حال دولت جمهوری اسلامی تعارف نداره در خصوص اینکه به هر حال بارها گفتن که مثلا به هر حال مزنون هستن به تبعهای غربی، یا اینکه مثلا ریشه اعتراضات یا اعتصابات در داخل کشور رو به کشورهای غربی منتسب کنن. از نظر پیچیده کردن روابط به نظر من خیلی خطرناک هست، یعنی به هر حال برای جمهوری اسلامی خطرناک خواهد بود، باعث خواهد شد به نظر من این یک مسئله مهمی خواهد شد اگر که چنین اتفاقی بیفته و دولت جمهوری اسلامی شروع کنه به دستگیر کردن شهروند دو ملیتی و یا تبعهای غربی، باعث واکنش سخت‌تری به نظر من در میان این اتفاقات خواهیم بود. و اگر که تا الان برخی از اقدامات رو کشورهای غربی نسبت بهش ملاحظه داشتن، فکر می‌کنم که دستگیر کردن دو ملیتی ها و یا تبعهای کشور غربی اونها رو به این سمت که از اون اقداماتی تا حالا استفاده نکردن، یعنی اونها رو به این سمت هول خواهد داد که برن به سمت استفاده از اقدامات شدیدتر در خصوص مواجهه با جمهوری اسلامی. آقای معماریان، آخه می‌دونیم که جمهوری اسلامی واقعا بار اولش نیست که این کار رو انجام داده، یعنی فکر می‌کنین با این کاری که گفته شده انجام شده، یعنی این دو تابعیتی که اخیراً در کرمان گرفتنشون، میشه گفت که بالاخره غربی‌ها به واقعیت سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی پی بردند؟ به هر حال قطعاً از نظر کشورهای غربی و آمریکا این مسئله محرز هست که جمهوری اسلامی یک حکومت گروگانگیر هستش، حکومتی هستش که از ابزارهای غیر متعارف استفاده میکنه
برای حل و فصل امور داخلی خودش و حتی مسائل بین‌المللی خودش، و از این جهت مثل گروه‌های کارتل‌های مواد مخدر و مافیا عمل می‌کنه. این براشون محرز هست، ولی با توجه به اجماع جهانی که علیه ایران هست الان، با توجه به خشونت که در 3 ماه گذشته در خیابان شهرها در سراسر کشور اتفاق افتاده و به هر حال وضعیتی که ایران داره در حوزه افکار عمومی، رفتن به سمت اقدامات تلافی جویانه علیه دولت جمهوری اسلامی راحت تر هست و هزینه کمتری داره و به نظر من در این شرایط قابل دفاع هست. بنابراین فکر می‌کنم که اگر تا الان مثلا به سمت چنین اقدامات تند و به هر حال یک طرفه نمی‌رفتن، اگر در چنین شرایطی دولت جمهوری اسلامی بره به سمت چنین دستگیری‌هایی یا متصل کردن اعتراضات به خارج از کشور، این هزینه ها براش راحت تر متصور هست و دولت غربی سریع تر به این سمت حرکت خواهند کرد.